سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حمله جنجالی المیرا شریفی مقدم به سیما ثابت مجری ایران اینترنشنال میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. تیم ملی فوتبال و حضور در جام جهانی قطر شاید بعد از حضور در سال 57 و جام جهانی همون سال یکی از سیاسی ترین جام‌های جهانی در جهان رو سپری کرد. همگروهی با آمریکا و انگلیس و البته حتی حضور تا یک قدمی تیم ملی اوکراین هم به یکی از جنجالی ترین گروه‌های ایران در جام جهانی در صورت برد ولز تبدیل می‌شد. اما درست در تاریخی ترین جام جهانی که حتی احتمال صعود ایران برای اولین بار به مرحله بعد هم محتمل بود، به یک بار حواشی قبل از شروع جام و دیدار برخی بازیکنان با رئیسی درست در بحبوحه کشتار و سرکوب وحشیانه مردم در کشور همه چیز رو تغییر داد. عکس‌ها و تصاویر بدرقه بازیکنان توسط ابراهیم رئیسی و صحبت‌هایی که هیچ کدام در حضور رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی از دغدغه و سرکوب زده نشد، همه چیز رو بر علیه بازیکنان رقم زد تا بیروحیه و با عدم حمایت میلیونی مردم مواجه بشن و حتی در بازی اول تیم ملی مقابل انگلیس بدون روحیه بودن و نداشتن انرژی رو میشد در ساق پای بازیکنان دید. مسابقه‌ای که با باخت سنگین 6-2 تمام شد و البته شعارهایی که تماشاچیان به بازیکنان نه برای تشویق بلکه برای عدم حمایت از مردم سر داده می‌شد و بارها از تلویزیون سانسور شد. بازی دوم اما با خوندن سرود جمهوری اسلامی به برد تیم ملی تبدیل شد و شادی و پایکوبی سرکوبگران با لباس‌های تا دندان مسلح ابعاد تحقیر بازیکنان رو بیشتر و بیشتر کرد و مردم باز هم انزجار خودشون رو به این بازیکنان که خوشحالی کردند ادامه دادن. اونجا بود که مردم خواستار عدم حمایت و حتی عدم برد تیم ملی شدند و جمهوری اسلامی فقط در حال تبلیغ و هزینه برای عمل کرد و خوب جلوه دادن خودش در عرصه جهانی بود. اتفاقی که با باخت ایران مقابل آمریکا به شادی برای مردم به خاطر عدم موفقیت بازیکنان فوتبال تبدیل شد و جمهوری اسلامی به شدت منزجر شد که میلیون‌ها دلار هزینه کرد. تماشاگر فرستاد، خبرنگاران رو سانسور کرد و دولت قطر رو حسابی شارژ کرد تا بتونه به بهترین شکل ممکن بهره سیاسی خودش رو ببره. کاری که نه تنها موفق نبود، بلکه هزینه هم از جیب مردم ایران سوخ شد و تیم ملی هم حذف شد. تا جایی که حتی بعد از حذف ایران از جام جهانی، دولت قطر تمام پرچم‌ها و شعارها و لباس‌هایی که هنگام بازی ایران توقیف می‌کرد رو آزاد کرد. اما برخورد هنرمندان به اقشار مختلف جامعه از حذف و باخت تیم ملی به اوج خودش در 40 سال گذشته رسیده بود. تیم فوتبالی که میلیون‌ها هوادار داشت حالا نه تنها هوادار نداشت، بلکه علیه اونها شعار هم سر میداد و تیم حریف ایران رو هم تشویق میکرد. بعد از بازی تیم ملی مقابل آمریکا و باخت و حذف از جام جهانی، همه افکار عمومی بر علیه جمهوری اسلامی قرار گرفت، تا جایی که برخی از مجریان و هنرمندان هم به این باخت واکنش نشون دادن. سیما ثابت مجری ایران اینترنشنال هم کسی بود که بعد از باخت تیم ملی مقابل آمریکا متنی رو به خنده نوشت. سیما ثابت مجری برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال بعد از شکست تیم ملی ایران با انتشار تصویری از لحظه به ثمر رسیدن گل تیم آمریکا به همراه آیکون خنده نوشت که بچه‌ها متشکریم. اما این توییت بدون پاسخ نموند و المیرا شریفی مقدم بلافاصله در پاسخ سیما ثابت نوشت این حجم از دشمنی با وطن و سرزمین مادری طبیعی نیست. اجرای تلویزیونی نیاز به سلامت روان دارد. حتما به روانپزشک مراجعه کنید. المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر که بارها خبر از خداحافظی از شبکه خبر هم شایعه شده بود، حالا با استعفای همسرش داوود عابدی مجری خبر ورزشی شبکه خبر در حمایت از اعتراضات مردمی دست و پنجه نرم می‌کنه و تصویری در فضای مجازی منتشر شد که گویا او هم از شبکه خبر استعفا داده و کار رو با مجریگری در شبکه 2 آغاز کرده.
خانم مجری تلویزیون و شبکه خبر بارها در پی اتفاقات کشور در مقابل مدیران و مسئولان کشور بدون ترس و تردید مقابله کرد و قطع کردن تماس او با استاندار خوزستان از جمله حواشی او در تلویزیون بود. المیرا شریفی مقدم از گویندگان خبره که از زمانی که شناخته شده بسیار محبوب و معروفه. او با توجه به توییت ها و دیگر خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میشه تایید کرد که همکاری المیرا شریفی مقدم با تلویزیون و شبکه خبر قطع شده. اما حواشی او از جایی شروع شد که آغازگر این ماجرا توییت محمد زارعی خبرنگار ورزشی بود که در اون از ممنوع تصویری المیرا شریفی مقدم به دلیل موضع‌گیریش درباره حوادث بازی تیم ملی فوتبال ایران با لبنان در ورزشگاه امام رضا مشهد خبر داد. این گوینده خبر تلویزیون بعد از برخورد نامناسب با زنان و دخترانی که قصد ورود به ورزشگاه رو داشتند در توییتی نوشت: فیفا هنوز بیدار نشده؟ یک بلیت فروشی ساده رو بلد نیستید انجام بدید، چه برسه به حل مشکلات کلان اقتصادی. این اظهار نظر شریفی مقدم به مزاق بسیاری خوش نیومد و حمله های زیادی به اون انجام شد تا اون رو وادار کرد توییت پیشین خودش رو پاک کنه و شبیه به دیگر موارد این چنینی حتی دست به عذرخواهی هم بزنه. او در همین رابطه توییت کرد: من که عاشق ایرانم و میدونید که فوتبال هم خیلی دوست دارم. متاسفانه با برداشت اشتباه از توییت صبح وطن فروش و خائن و مزدور لقب گرفتم. مجبور شدم توییت رو پاک کنم و از مخاطبانم عذرخواهی کنم. خانم شریفی مقدم در گفتگویی با ایسنا در واکنش به این جمله که گفته می شود از گویندگی خبر خداحافظی کردید، آیا از این پس باید شما رو به عنوان مجری تلویزیون بدانیم؟ پاسخ داده: فقط می خوام حوزه دیگه ای از اجرا رو برای مدتی تجربه کنم. 22 سال گوینده خبر بودم و برای مدت یک ساله به معاونت سیما اومدم تا فضای اجرا رو بیشتر تجربه کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام به همه هموطنان عزیزم. صبح همگی بخیر باشه. باعث افتخاره که اینجا از قاب شبکه دو سیما در کنار همکاران و دوستان عزیزم همراه شما هموطنان عزیز خواهم بود. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یه کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.